به دنبال صدور حکم دادگاه نمایشی عاملان حمله موشکی به هواپیمای اوکراینی در ایران، اعتراض خانواده‌های قربانیان این فاجعه علیه حکومت مجدداً بالا گرفته. در همین حال 4 کشور اوکراین، سوئد، کانادا و انگلیس که شماری از اتباعشون تو این حادثه جونشون رو از دست دادن، با صدور بیانیه‌ای حکم دادگاه فرمایشی رو زیر سوال بردن. برای بررسی بیشتر این موضوع همراه میشیم با آقای بهروز پرتاوی، تحلیلگر امور سیاسی. سلام میکنم خدمتتون آقای پرتاوی، خیلی خوشحالم که دعوت ما رو پذیرفتین و تو این گفتگو شما رو با خودمون داریم. ابتدا میخواستم آقای پرتاوی بپردازیم به همین حکمی که دادگاه رژیم در رابطه با محاکمه عاملان این جنایت اعلام کرده و ارزیابی شما رو تو این رابطه بشنویم. خدمت شما و همکارانتون، بینندگان محترم تلویزیون ایران آزادی، عرض ادب و احترام دارم. بسیار بسیار سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتین و مخصوصا یک موضوع بسیار مهم، اون هم دادگاه فرمایشی و نمایشی آخوندی در ارتباط با جنایتی که علیه هواپیمای اوکراینی و سرنشینان 176 نفر سرنشینی هواپیما انجام شده. عرض کنم حضورتون که شاید واقعا احتیاج به بحث زیادی نباشه برای بینندگانی که هموطنان عزیز ما باشند که 216 روز از قیامشون داره میگذره و یک نه بزرگ به حکومت آخوندی گفتن و هر روز توی دهن این ولی فقیه ارتجاع میزنن و در این 216 روز این حکومت منحوس و جنایتکار رو در یکی از بزرگترین بحران‌ها به اسم بحران بقا فرو بردن. این که ما بخوایم واقعا توضیح بدیم که این جریان چطوری اتفاق افتاد، بیش از 3 سال پیش در 8 ژانویه 2020 یعنی میشه تقریبا 3 سال و 3 ماه و خورده این جنایت اتفاق افتاده. داستان‌هایی که اون همون روزها بود که اول اصلا منکرش شدن، بعد یه اطلاعیه جعلی از طرف سفارت اوکراین در تهران منتشر کردند، بعد انواع و اقسام لات و لومپنهای سرتشتکهای سپاه تروریستی پاسداران اومدن، هر کس تئوری داد، همگی اینا مخرج مشترکش از سخنگوی شورای عالی امنیت نظام که پاسدار شمخانی باشه تا همه فرماندهان دیگه، مخرج مشترکشون این بود که همچین اتفاقی نیفتاده، همچین کاری صورت نگرفته و و و تا کار به ملیجک نظام جواد ظریف رسید که اومد یه تیکه از فیلمهاش هست، دوستان میتونن با ساده ترین جستجو در فضای مجازی پیدا بکنن، که اومد گفت لااقل به من یه چیزی به من بگی که من به مرد به دیگران بگم. یعنی از همونجا پیدا بود که جنایتی صورت گرفته، این جانی و مزدور دنبال یک دروغ آخوندپسندیه که تحویل جامعه بده. تمامی این فشارها، مبارزاتی که صورت گرفت، بعد تشکلهایی که خانواده‌های جانباختگان تشکیل دادن، انجمنها و کمیته‌هایی که تشکیل دادن، تظاهراتها و فشاری که برای رژیم آخوندی آوردن، همگی اینها منجر به این شد که بالاخره حکومت اومد به یک کار مضحکی دست زد که گویا میخواد این پرونده رو در یک دادگاه بررسی بکنه، دادگاهی که به دادگستری آخوندی وصف باشه. معلومه که دارای چه بی‌صلاحیتی و بی‌پرنسیپی هستش، منتها علیه الحال اومدن و این کار رو کردن و در این دادگاه، در یک دادگاهی که اوائلش البته اینم بگم که تعدادی از خانواده ها شرکت کردن، بعد مورد انواع و اقسام هتک شخصیت و برخوردهای بسیار بسیار ناجوری قرار گرفتن که آخرالامر خانواده ها دیگه در این دادگاه شرکت نکردن، صلاحیت این دادگاه رو زیر سوال بردن، همه جا این قضیه رو، این مسئله رو مطرح کردن که اینهایی که آوردن و دارن محاکمه میکنن اونهایی نیستن که ما میدونیم این عمل رو انجام دادن، اونهایی نیستن که این جنایت رو انجام دادن، اینها نه آمران و نه عاملان این جنایت دلخراش و هولناک هستن. منتها حکومت آخوندی تحت فشارهای شدیدی که روش بود، وگرنه به همین دادگاه نمایشی هم تن نمیداد، همچنان که میدونیم این حکومت جنایات بسیار بسیار بیشتر و بزرگتری از این کرده، فقط یک قلمش تابستان 67 بوده
آبان 98 بوده و همین الان در جریان قیام شهریور 1401 تاکنون. منتها تحت فشار، با توجه به اینکه این کشورهای همطور که شما به درستی گفتید، کشورهای اوکراین، کانادا، سوئد و انگلیس، شهروندهاشون در این داستان و در این مسئله جان خودشون رو از دست داده بودن، اینا مجبور شدن به این دادگاه نمایشی و فرمایشی و در این دادگاه هم کاری نکردن غیر از اینکه یک شخص گمنامی رو به 10 سال زندان محکوم کردن، ردیف بسام، متهم ردیف اول. بعد همونجا هم تأکید میکنن که سامانه هوایی جمهوری اسلامی ایرادی نداشته، خطای انسانی بوده. ببینید دجالگری رو، ببینید جنایت رو کرده، بعد اومده در یک دادگاه بر جنایت، بر خود جنایتی که میخواد بهش ارزیابی بکنه، باز یه مهر تایید دیگه میزنه. واقعا نهایت دجالیت آخوندی. 9 نفر بعدی رو به 1 تا 3 سال زندان محکوم کرده. در این حکم آمده که تمامی صاحبان این کسانی که دیه بهشون تعلق میگیره، نفری 150,000 دلار دیه بهشون تعلق میگیره و اینا، و من حیث المجموع تلاش بسیاری کرده که هم تطمیع بکنه و هم تحمیق بکنه. تطمیع به وسیله پول و تحمیق به این وسیله که عاملان و آمران اصلی این جنایت که از خود بیت خامنه‌ای، خود خامنه‌ای و بستر سیاسی که این جنایت اتفاق افتاد، که بعد از معدوم کردن پاسدار بچه کش قاسم سلیمانی بود و مسئله ای که در تمام منطقه معلوم شده بود حکومت آخوندی یه بادکنکی بیش نیست، اومد و این جنایت رو کرد برای اینکه آدرس عوضی بده، برای اینکه توجهات رو به جای دیگه جلب بکنه. منتها در آخر من اینو اضافه بکنم، از اون مقطع تا به الان ما میبینیم تمام جنایاتی که جمهوری اسلامی کرده کوچکتر از جنایاتیه که در 44 سال گذشته کرده، منتها هزینهش بالاتر رفته، هزینه بیشتری پرداخت میکنه. چرا؟ چون مشروعیت نداره، چون یک مقاومت سازمان یافته قوی دارای نفوذ عمیق در بین مردم ایران و در صحنه‌های بین‌المللی پشت قضیه وایساده. برای هر قطره خونی که در این مدت ریخته، در واقع هزینه 10,000 جانهایی که در 40 سال اول گرفته رو دستش گذاشته شده و اینم یکی از اون هزینه هاست در واقع. بله. آقای پرتوفی، حالا واکنش خانواده ها مشخصا نسبت به این حکم چطور بوده؟ از کنم حضورتون که تا اونجایی که از داخل من خبر داشته باشم، نه تنها قبول نکردن، نه تنها بایکوت کردن، بلکه حتی به این 150,000 دلاری که حکومت آخوندی فکر میکرد اینها وقعی خواهند گذاشت، نگذاشتن و گفتن که جان عزیزان ما و خون عزیزان ما برای فروش نیست. منتها واکنش‌های رسمی رو من خدمتتون عرض بکنم، اون چیزی که در فضای مجازی انعکاس پیدا کرده، کوروش دوستشناس سخنگوی انجمن خانواده‌های جان باختگان پرواز PS752 گفته که هیچ گونه دادخواهی در رأی دادگاه جمهوری اسلامی به پرونده هواپیمایی اوکراین وجود نداره. صرفاً سعی کردن تا جایی که امکان داره افکار عمومی رو گمراه بکنن. اینجا هم ایشون به نظر من با دادخواهان جانباختگان همین پرواز در داخل به نوعی هماهنگی کرده. آقای ارسلانی که 3 عضو خانواده‌اش رو در هواپیمایی اوکراین کشتن، با انتشار ویدیویی به اشاره و با اشاره به فرمایشی بودن دادگاه، مسببین ساقط کردن این هواپیما رو گفته که حکم صادره رو قبول نداره و عاملین اصلی آن خامنه‌ای، روحانی، سلامی و حاجی زاده هستند. و این چیزایی که تا اونجایی که به خانواده‌ها برگرده قبول نکردن و از روز اول هم قبول نداشتن. منتها الان دیگه این که این دادگاه فرمایشی و نمایشی بوده، چه در داخل و چه در خارج، یک هماهنگی در قبول نکردن این دادگاه فرمایشی واقعا به چشم میخوره. بله. حالا این بیانیه هم که این 4 تا کشور، یعنی منظورم اوکراین و سوئد و کانادا و بریتانیا، نسبت به این حکم دادن، حاوی چه موضوعاتیه؟ تو این رابطه هم برامو بگین. عرض کنم حضورتون که در این بیانیه که این 4 کشور دادن، اوکراین و کانادا و سوئد و انگلیس، در واقع همون مسائلی رو که خانواده‌های
جان باختگان گفتن تا حدودی بهش اشاره کردن که این دادگاه کافی نیست، این دادگاه اصلا عادلانه نبوده، در این دادگاه مدارک و اسنادی که واقعا متعلق به این پرونده باشه و بتونه به این پرونده شفافیت بده مطلقا وجود نداشته. در نتیجه با توجه به این که کل دادرسی یک دادرسی بیشتر سیاسی بوده تا یک دادرسی قضایی، مورد قبول این چهار کشور نبوده و این چهار کشور هم خواستار شفافیت بیشتر شدن و خواهان این شدن که باید این پرونده در یک دادگاه عادل و در یک جایی که واقعا صلاحیت رسیدن به رسیدگی به این پرونده رو داشته باشه مورد ارزیابی قرار بگیره. در نتیجه می‌بینیم که این چهار کشور هم، البته به نظر من در داخل در این چهار کشور ما کانادا رو بیشتر میشه برجستش کرد به علت فعالیت‌هایی که خانواده‌های جانباختگان در کانادا داشتن. کانادا برجسته‌تر بوده، منتها در این بیانیه مشترک خلاصه و مفید اشاره به این شده که دادگاه و نتیجه‌اش رو قبول ندارن و معتقدن که دادخواهی صورت نگرفته و جرم رو درست نه تشخیص دادن و نخواستن تشخیص بدن. بله. حالا پرتابی، حالا برای رسیدن به یک دادخواهی واقعی توی این موضوع، خانواده‌ها و کشورها به نظر شما چی کار باید بکنن؟ ببینید، شما چون در سوالتون که بسیار بسیار سوال خوبی هم هستش نظر بنده رو خواستید، من باید خدمتتون عرض بکنم. ببینید، در یک دادگاه ذی‌صلاح و در یک دادگاهی که دارای چارچوبه قضایی و حقوقی شناخته شده و بین‌المللی باشه، باید آمران و عاملان یک جنایت مشخص باشه که بشه با این در این چارچوب بهش ارزیابی کرد. نمونش مثلا دادگاه حمید نوری، دادگاه اسدالله اسدی، همه در جریان بودن. در این رابطه هم به خانواده ها من دیدم، شنیدم، این ور اون ور واقعا در جریان بودم که اصراری که این خانواده ها بر این دارن که آقا سپاه پاسداران به طور عمد و حتی در بیانیه این چهار کشور هم به این قضیه تلویحا اشاره شده که آقا این جنایت رو سپاه پاسداران انجام داده، بنابراین اولین کاری که قاعدتا باید کرد اینه که سپاه پاسداران رو باید در لیست تروریستی قرار داد. عمل یک عمل تروریستی مشخصه و بر همگان واقعا آشکار و مبرهنه که سپاه جنایتکار پاسداران این جنایت رو انجام داده. بنابراین تا اینجای کار قاعدتا اولین و مهمترین قدم در این دادخواهی اینه که عاملان این جنایت در این لیست تروریستی شناخته گذاشته بشن و در یک دادگاه ذی‌صلاح باید این دادگاهی صورت بگیره با اسنادی که وجود داره و همونطور که در بیانیه این چهار کشور اومده، اسنادی که هنوز در اختیار حکومت آخوندیه و در اختیار جامعه جهانی قرار نداده در ارتباط با این جنایتی که صورت گرفته، این اسناد باید به یک دادگاه ذی‌صلاح داده بشه. بنابراین اولین قدم گذاشتن سپاه پاسداران در یک لیست تروریستیه. قدم بعدی اینه که در یک دادگاه ذی‌صلاح که قاعدتاً در حکومت آخوندی اصلا چنین چیزی واقعا خواب و خیاله، بلکه در یک دادگاه بین‌المللی که الان طبق قوانینی که وجود داره در اوایل تیر، در هفته اول تیر، مدت زمانی که باید سپری بکنه که 6 ماه هستش، این 6 ماه رو سپری میکنه و قاعدتاً باید این 4 کشور پشت این شکایت برن که در یک دادگاه بین‌المللی این پرونده مورد ارزیابی قرار بگیره. با مورد ارزیابی قرار گرفتن این پرونده و گذاشتن سپاه پاسداران در لیست تروریستی به نظر من بزرگترین قدم در ارتباط با این جنایت برداشته شده. بله، بسیار سپاسگزارم از شما آقای بهروز پهلوی، تحلیلگر امور سیاسی که توی این گفتگو همراه ما بودین و نکاتتون پیرامون حکم دادگاه فرمایشی رژیم در تو هواپیمای اوکراینی و قربانیان. و خیلی ممنون آقای پرتوی، وقتتون بخیر و خدا نگهدار شما. ممنونم از وقتی که در اختیار من گذاشتی. روز شما بخیر. روز شما خوش.